لرستان از جمله مناطقی است که در نقاط مختلف آن آب و هوای گوناگون وجود دارد و به طور کلی میتوان لرستان را از جهت آب و هوا به سه ناحیه تقسیم کرد. نواحی کوهستانی سرد که زمستانی پر برف و بسیار سرد داشته و تابستان آن معتدل است. این منطقه شمال و شمال غربی و شرقی لرستان را تشکیل می‌دهد. میزان بارندگی متوسط در مناطق کوهستانی و سرد بین 600 تا 800 میلی‌متر قابل تغییر است و دارای دوره کوتاهی برای رشد گیاهان می‌باشد. ناحیه دره‌های ملایم که زمستانی معتدل و تابستان‌های گرم و نیمه خشک دارد و مانند منطقه سرد و کوهستانی دارای دوره رشد نسبتاً کوتاهی برای گیاهان می‌باشد. متوسط میزان بارندگی سالیانه بین 450 تا 550 میلی‌متر متغیر است و بارندگی بیشتر در فصول پاییز، زمستان و مقدار نسبتاً زیادی در بهار است. ریزش باران با زمان احتیاج گیاهان منطبق نبوده و توزیع باران به صورت متمرکز در ماه‌های دی، بهمن، اسفند و فروردین ماه صورت می‌گیرد و بیشتر قسمت‌های مرکزی استان را شامل می‌شود. نواحی جنوب و جنوب غربی دارای آب و هوای مساعدی در زمستان می باشد و قشلاق مناسبی برای عشایر لرستان و استانهای همجوار به حساب می آید، ولی تابستانهای بسیار گرم دارد. این منطقه با استان خوزستان و مناطق گرم استان ایلام همجوار است. میزان بارندگی 350 تا 500 میلیمتر متغیر است و از یک فصل رویش گیاهی 8 ماهه با مقایسه با مناطق سرد و کوهستانی و نواحی معتدل از نظر مدت زمان بهره‌گیری از انرژی آفتاب قابل ملاحظه می باشد. به طور کلی تنوع آب و هوا و فراوانی آب و وسعت نسبتاً زیاد و حاصلخیزی خاک موجب پیدایش سرزمین سبزی به نام لرستان گردیده است. دریاچه دلنگیز گهر که آن را زیباترین دریاچه کوهستانی خاورمیانه خواندند در منطقه حفاظت شده اشترانکوه در ارتفاع 2400 متر از سطح دریا قرار دارد. ژرفای این دریاچه زیبای کوهستانی 28 متر است. گیاهان گوناگون و درختان سرسبز بید سواحل آن را به صورت یک پارک طبیعی و خیره کننده درآوردند. دریاچه گهر استراحتگاه مناسبی برای کسانی است که قصد دارند چند روزی را به دور از قیل و قال شهر نشینی در آرامش و سکوت روح خیش را شادمان و در بیکرانی خیالانگیز دریاچه به قدرت خدای مهربان پی ببرند. در جنوب غربی شهرستان علی گودرز و در میان ارتفاعات صعب العبور این دیار آبشاری با خروش و هیاهو از کوه سرازیر است. آبشار آب سفید. همه روز گروه بسیاری از علاقمندان به جلوه های زیبای طبیعت برای دیدار این آبشار زیبا راهی این منطقه میشوند. آبشار که حاصل انباشته شدن برف های زمستانی است بسیار سرد و گوارا است که در فصل گرم سال استراحتگاه مناسبی برای مردمان شهر نشین است. در نزدیکی شهر تاریخی پل دختر در استان لرستان و در جنوب شرقی این شهر در میان کوههای خشک و بی آب و علف این سرزمین تالابهای زیبایی موسوم به تالابهای گوری بلمک یا گوری جمجمه همچون گوهری خیره کننده می درخشند. آب این تالاب ها حاصل بارندگی های پیاپی و موقعیت خاص جغرافیایی و آب و هوایی این منطقه است. تالابی محصور در میان تپه ها با چراگاهی سبز و خرم
که چشمندازی زیبا را پدید آورده است. تالاب زیبای پل دختر برای کسانی که قصد دارند چند روزی را به دور از هیاهو و جنجال شهرهای بزرگ به طبیعت زیبا و آرامش دهنده پناه بیاورند مکان بسیار مناسبی است. این تالاب‌ها جزء مکان‌های طبیعی و مناطق دیدنی است، جایی است که می‌تواند از زاویه ایرانگردی و جلب سیاح در شمار آثار دیدنی و بیادماندنی قرار گیرد. ریزش مناسب باران و موقعیت خاص آب و هوایی این منطقه موجب گردیده است که رودخانه‌ای با خروش و هیاهوی بسیار از این صخره‌های بزرگ سرازیر شود و آبشار زیبایی به نام افرین را پدید آورد. همه روز مسافرینی که راهی جنوب کشور هستند و از جاده اهواز می‌گذرند شاهد این آبشار زیبا هستند که در میان دشت قدرت شگفت‌انگیز طبیعت لرستان را به نمایش گذاشته است. آبشار افرین در یک نگاه گذرا دل آدمی را می‌رباید و مردمان را دعوت می کند تا در کنار صخره های بزرگ لحظاتی تعمق کنند و گوش فرا دهند تا سرود آبشار رمز عشق و زندگی را برایشان بسراید. دژ شاپورخواست یا فلک الافلاک از بناهای کهن شهر خرم‌آباد است. به روایت تاریخ این دژ نخستین بار به دستور شاپور اردشیر ساخته و نام آن از نام باستانی شهر شاپورخواست گرفته شده. در کاوش‌های به عمل آمده پایه‌ها و پی‌های قدیمی‌تری یافت شد که هیچ ارتباطی با ساختمان کنونی نداشته است. در حمله تیمور به این شهر قلعه زیان‌های فراوان دید که باز تعمیر و مرمت شد. ظاهراً نام فلک الافلاک از دوره قاجاری بر آن نهاده شده است. این دژ و بارود 12 برج داشته است که به روایتی بر اساس یک محاسبه نجومی بنا شده است و هر برجی در هر ماه شاخص نیم روز و حرکت خورشید بوده است. از آن بارود تنها یک برج در سمت غربی تپه و دژ باقی مانده است که اکنون به 12 برجی مشهور است. دریاچه کیو در کنار پارک کیو واقع شده است که همچون نگینی بر گستره شهر زیبای خرم‌آباد می درخشد. آب آن از چشمه و سرابی به همین نام تأمین می شود. مساحت دریاچه 7 هکتار است و عمق آن بین 3 تا 7 متر می باشد. مجموعه دیدنی سراب کیو شامل دریاچه، جنگل‌های مصنوعی و امکانات تفریحی برای کودکان بوده و چشمه آن تقریبا 9 ماه از سال دارای آب است. آب این دریاچه زیبا به صورت کبود یا آبی دیده می شود و به همین جهت آن را کیو یا کبود آب می گویند. اینجا منطقه گرید در شمال غربی استان لرستان است و این دره گرید با 3 آبشار که در امتداد رودی خروشان از میان این دره سرسبز و جنگل بلوط می‌گذرد. دره سرسبز و دیدنی با 3 آبشار زیبا و خروشان که به تعبیری بهشتی کوچک در میان دره پوشیده از درختان کهنسال بلوط است. سکوت و آرامش رؤیایی این دره آدمی را به وجد می آورد و سایه سار درختان بلوط روح آدمی را سرشار از شادمانی و وصف ناپذیری می کند
که از موهبت‌های این دره و آبشارهای سگانه آن است. قاره کوگان و دژ چمشک در شمال تنگه چمشک و در مسیری که از منطقه میانکوه و جنگل‌های انبوهان می‌گذرد و در جنوب شهر پل دختر به جاده سراسری منتهی می‌شود، از آثار اوایل دوره صفوی است که بسیار دیدنی است. دژی مستحکم که محل استقرار نظامیان بوده است. در شرق این دژ راه روستایی به دهکده و تنگه زیبایی به نام کوگان می‌رسد. در دره و بر سینه کوه غار یا بقایای دژ سنگی و دو طبقه کوگان قرار دارد که از آثار دوره اشکانیان است. غارهای این منطقه اغلب زیستگاه دوره پارین سنگی بوده است. آبشار نوجیان در جنوب شرقی استان لرستان و در میان کوههای سر به فلک کشیده منطقه پاپی سالیان بسیاری است که با خروش و صلابت از کوه سرازیر شده است. آبشار از سالیان پیش مورد توجه مردم بوده و روزهای تعطیل سیل خانواده هایی که شیفته طبیعت جذاب این دره و آبشار شگفت‌انگیز نوجیان هستند به این منطقه سرازیر می شود. منطقه نوجیان به دلیل موقعیت خاص جغرافیاییش آب و هوایی معتدل دارد و در اوایل فصل بهار میزان آب این آبشار بسیار بیشتر از این است. هرچه میزان بارندگی بیشتر باشد مقدار آب آن نیز افزایش می‌یابد. استان لرستان از نظر توپوگرافی منطقه کوهستانی است و طبیعت زیبای این خطه از سرزمین ایران اسلامی بر هیچ بیننده‌ای پوشیده نیست. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و داشتن زمینه‌های مناسب و منابع خدادادی و آب و هوای مساعد، از مناطق مستعد برای پرورش زنبور عسل است. دشت‌های پرگل و دامنه‌های سرشار از گیاهان معطر موجب گردیده که مردمان سخت کوش ارتفاعات کوهستانی این دیار به کار پرورش زنبور و تولید عسل اشتغال یابند. عسل لرستان از زمره خالص‌ترین و سالم‌ترین عسل‌های ایران به شمار می‌آید و این به خاطر روح پاک و خلوص مردمان ساده و بی‌آلایش ارتفاعات کوهستانی این منطقه است. کوه‌های اشتران کوه، گرین، هشتاد پهلو و دیگر مناطق پرگل عسل‌های تولید شده خیش را به شهرهای استان می‌دهند تا مسافری که به قصد دیدار به لرستان آمده است به عنوان سوغات به دیگر نقاط کشور برده و خاطره شیرین دیدار لرستان را تازه کند. ارتفاعات کوهستانی لرستان، دشت‌های زیبای پرگل، دریاچه‌ها و رودخانه‌های این دیار و خورشید درخشان این سرزمین کهن چشم به راه کسانی است که به لرستان سفر کنند.